روز 28 فوریه ساعت 14 در تالار مرافعه های بازداشتگاه رقم 1 مرافعه دادگاهی پرونده پرسر و صدای چهارشنبه ورزشگر پاپ ام ام ای از ولایت مختار کوهستان بدخشان آغاز یافت. به خویشاوندان ورزشگر اجازت اشتراک در مرافعه را دادند، ولی خبرنگار رادیو آزادی گفت به او اجازه ورود ندادند. این در حالی است که دادرس سفر نورعلی‌زاده مرافعه پرونده چهارشنبه را کشوده اعلام کرده است. تفتیش پیشکی این پرونده پرسر و صدا علکی در اولهای ماه فوریه انجام یافته، پرونده برای بررسی به دادگاه نوئه اسماعیل سامونی شهر دوشنبه سپرده شده بود. به گفته منابع اوگو، از جمله پیوندان ورزشگر و مسئولان ائتلاف ضد شکنجه که ادوکاتای امین سازمان از حقوق چهارشنبه حمایت میکنند، تفتیشات اتهام برانگیختن و کینه عداوت ملی و محلگرایی را از عیبنامه ضد چهارشنبه برداشت است و حالا ورزشگر تنها به دعوتهای عمومی به تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان عیبدار می شود. بر اساس ماده 307 کدکس جنایتی تاجیکستان به ورزشگر از 8 تا 15 سال زندان تعدید می کند. خود چهارشنبه و نزدیکانش این اتهام را رد می کنند. چهارشنبه 26 سال داشته، زاده ولایت مختار کوهستان بدخشان و یکی از ستاره های ورزشی پاپ ام ام ای، یک نوع جنگ های بدون قاعده است. او سالهای آخر در روسیه زندگی و هنرنمایی می کرد. روز 3 دکامبر، همگی چند روز بعد اظهار نظرش درباره حادثه های بدخشان، چهارشنبه افرا از مسکو به دوشنبه فرستادند. مقامات تاجیکستان بعد چند ساعت خبر دادند که او را راست در فرودگاه دوشنبه دستگیر و به برانگیختن کینه و عداوت و دعوت به تغییر ساخت دولتداری عیبدار کردند، ولی او این اتهام را رد کرده گفته است: من یگان مقصد دعوت به غصب به زوری حکومت نداشتم. من تنها به جوابگاری کشاندن گناهکاران را طلب کرده بودم.